ببین من میرم خدایا این خانواده داره بزرگیشو از دست میده بابا نگو دیگه اینجوری خودت بالا سرشون باش خدا نکنه الان میریم دکتر چکت میکنه الان خوب میشه جای فرشی جانم فرشی جانم فرشی افق یه زندگی خوب و ندید، روی یه زندگی خوب و ندید. باشه باشه غصه نکن باشه افق افق میخوام آبجیو ببینم قبل مردن. چی داری میگی بابا؟ حالت خوب میشه میگم. برو نگاه کن فراد. فراد چی؟ فراد اون انگوره اونا چی؟ بهشته، دارم میبینم بهشته، داره هزیون میکرد خودشه. دو تا لامپ اونجا سوخته رو سخت رو عوض برو دیگه سری همراه بیمار بیرون باش. بیرون باش دایی نه خانم. باشه آقا، خاله منم تخت بغلش خوابیده. واقعا آقا بیرون باش. خانم خواهش میکنم. آقا میگم بیرون بشین. باش فراد اونو بنش نکنه. دایی تو بخوابم مراقبش هستم نمیذارم. آقا بفرما بشین. خانم میزم من اینجا بریم. نه خیلی بیرون بشین. آقا آخه داره در میره. آقا این داره در آی پام پام اجابت کنم. آقا این چیزیش نبود که داره کلی بازی در میاره. بهش بگو به جنگ خوشمزه جلو ماشین مردمو تلکشون کنه، دنبال یه کار درست حسابی باشه. این پولا خوردن نداره بخواد. مرد حسابی چی داری میگی تو؟ میخوای همین شهادت بده فقط جلوتو بکشه جلوی چشم من برکنه؟ جدی؟ یعنی شهادت میده خوشمزه جلو ماشین من؟ شک داری هر چی تو خواستی من شهادت میده فقط جلوتو بکش برو. تو چه فکری کردی راجع به دایی من؟ فکر به خاطر پول خودش انداخت جلو ماشین تو؟ نه آقا جون، ما هم خانواده‌اش نیستیم. تو چه میدونی اون بدبخت چی میکشید تو زندگی؟ اینجا با اینجاش رسیده بود. کجاش؟ هر جاش آقا جون. یه بیچاره است. آخه تو ماشین من گفت 10 تومن بده برو. چی؟ مگه صابخونه تو 10 تومن نداشت رو پیش خونه تو؟ خودش گفت میره؟ آره. خواهش من تو مسئله خانوادگی بود خالت نکنم من تمرکز کنم. دیگه چی گفت؟ یه چیزایی میگفت یادم نیست. خب بشین راحت بشین. چیه؟ منطقه ممنوع است. مادم چایمون با توت بخورم. بخور تو رو خدا میشه وقتی باغ لبو هست آدم چایش با توت بخوره؟ رباب خانم خواهر حاج مصطفی رو میشناسی؟ نه نه تو که نمیشناسی، مال قدیم هست. اونم قند داشت ولی همه چی میخور، قند، شکلات، آب نبات، باغ لبو، پشمک، همه چی. تا 90 سالگی هم عمر کرد. اون وقت چطوری مرد؟ از بیقندی. بخره مرد از قنده بخوری. جانم آده جان سلام عزیزم. یواش حرف بزن، یواش حرف بزن، من نمیفهمم تو چی میگی. فرشی چی کار کرده؟ وای خدا. خب من الان میام، من الان میام، الان میام. خب اگه میخواستی نهیم بس برای چی به من زنگ زدی؟ نه باید بیام تکلیفم رو با این یک سره بکنم. نه یا چیه؟ زب کن زب کن. خوی منو دخ داد دخ. چقدر تن و بدن منو این مهرسونه؟ چقدر چقدر سب کن. امروز هاش خانم ببخشید زیر گاز روشنه ها، من میرم زود برمیگردم. باش باش برو نگران نباش. ما نست دستیم بچه ها. شرمنده آقا مزاحم وقتی شما هم شدید. حلالمون کنید. خواهش میکنم حرف چی آقا؟ این دایی ما یه موقعی یه کارایی میکنه آدم دوست داره بگیره لیت کنه. ببخشید امرو ما نداری؟ نه بفهم شما. شماره منی که دارید کاری چیز بود من در خدمت باش بفهم. دم شما گرم. بفهم خدا بفهم. دکتر جان بده بالا. میگم دکتر جان اگه درآمد ارزی رو بدیم تو بازار با چی مواد اولیه وارد کنیم؟ یعقوب جان با مازاد درآمد ارزی، مازادش. دکتر مورچه چیه که دست و پاچهش باشه؟ کله پاچهش. میگم با مازادش که قرار ما ماشین آلات جدیدمون رو وارد کنیم. قربونت برم، مگه مجوز میدم؟ چند ماه داره میدونیم یکی نیست میگه بابا برای سود شخصی نیست، خدمت به حق و ناسه. ببخشید بده پایین. خوشید خوشید. بلبل بپرد بله بله بپرد بله بله بپرد. خواهش کنم
دکتر جان، این مجوزا دست شما رو میبوسه. بگم وقت کردی یک سفر دوتایی باید بریم سره. برای چی؟ برای درد مفاصل. یه هفته میریم تو هتل شخصی، فقط من و شما، دور از مشغله کاری. قول میدم درد مفاصل اوت. یک هفته؟ دلت خوشه یعقوبی جانا؟ من دو ماه برام آزمایش نوشتن، همین بغل نمیرسن برام انجام بدن. بیا اینا باید کارشناسی بشه، به عمر من قد نمیره. دور از جون دکتر، من اگه شده سره این از اینجا برمیدارم میارم اینجا. باید مدیر خوشتیپ و سرزنده و جوان توی این وزارتخونه داری، اونم شما این؟ این حرف رو نزنی. عمر کاری مگه میذارن شما بری؟ به تخصص شما احتیاج دارم. شما هم که بدنتون پر ترکش، قربونتون برم. درصد جانبازیتون چقدره؟ نه خیر، متاسفانه من افتخار جانبازی نداشتم. دو ببخش، ببخش اینجا بشین. من تمیز کنم. ببخش، متشکرم. ببخش. دکتر جان، شما چرا خودتو کنار میکشی ها؟ شما برای مملکت کلی زحمت کشیدی، قربونت برم. من که میدونم تو پات پاره ترکشه. ترکش کجا بود؟ شلوغ شهر میگه یه تیک پلاتینه تو پا. توی جبهه بوده نه؟ یادگار یه تصادفه، تو مسیر رفتن به ماموریت. حل دیگه دکتر، در حال خدمت بوده. این شامل قانون جانبازیه. آخو زشت، بعد این امسال من برم بگم من در حین ماموریت تصادف کردم، منو جانباز حساب کنی؟ نمیشه که. دکتر یه چیزی میگم، نه نگو. نه. خدا خیلی بده. آبجی کجایی که داشت تصادف کرده؟ آره زنگ بزنم من تکلیف رو بیاد روشن کنم. به افق زنگ نزنی. نه به ماما زنگ نمیزنم که، به پلیس زنگ میزنم. پلیس چرا؟ پلیس چرا؟ چرا زنگ نزنم؟ بابا چرا زنگ نزنم؟ پلیس چرا زنگ؟ یعنی اینجا میفرستن پزشک قانونی، اونجا طول درمان میگیری، درصد دیه رو مشخص کنم، میتونی دو برابر دیه بگیری. بده من چجوری میگی دو برابر دیه بگیری؟ انگاری ما این پولا خوردیم. من پولا نمیخورم بابا، زن و بچه داره، بدبخته، بذار خودمون حل کنیم بره. ببینم تو اکیه تالا مهرمون شدی، دلرم شدی ها؟ دلرم بودیم، خانوادگی دلرمیم. آبجیم قربونش برم که کلن دله. خود من کم آدم دلرمیم. خودت بچه خوبی هستی، به خودت بیا. سلام شما آقای دکتر. آقای دکتر آقا بفرمایید بیرون، کارهای بیمار انجام بدید. باش آقا، من که نگفتم خالته، کل بیمارستان میدونن دایته. بفرمایید بیرون. باشه چشم، من برمیگردم. آقای دکتر. به به، آقا فرشید. دستان آقای دکتر. خوبی عزیزم؟ نه دکتر، درد دارم. چه دردی عزیزم؟ درد زایمان، تصادف کردم دیگه. عزیزم تو هیچ چیز نیست، سالمی خانمشون مرخصن، تفتیشون کنید. بله. بیا بیرون عزیزم، کارت دارم. خانم با آقای دکتر بگین اگه من چیزیم نیست، برای چی دستم رو سوراخ میکنی، سرام میزنی؟ خب لازمه چی؟ من مریض بودم، یه طوریم بوده. سرامشون که تموم شد میتونیم بریم، مرخصن. باشه یه چند لحظه میتونی ما رو تنها بذاری؟ ایشون دایی من خواهرزاده‌ش. خوشتی ما رو با این دایید. بابا یه جوره اینجوری هم. اینا دارن از زیر کاشو انگشتر طلا تو بده. انگشتر طلا نارم. نداری؟ نه. آخه تو طلا ساز نیستی؟ نه بابا، چه طلا سازی، دیوونه شدی؟ اون که جواهر ساز بود. آره اون جواهر ساز اتفاقا با خسارت منو بده. فرشید. آه. اون قصه 10 میلیون چی بود گفتی؟ دمه خاک بر سرم، همه چی رو بهت گفته؟ چرا نگفتم 12 میلیون؟ گفتم 10 میلیون به خاطر اینکه پول پیچ خونه رو میخوام ازش بگیرم. خاک بر سرمون، تو سیاهی زمستون باید بریم تو خیابون زندگی کنیم. اساسمون رو میزن تو خیابون. آبجی بدتر شما من... بریزن بهتر از اینه که این پولا بخوریم. فرشید یه دونه میزن بخوابی تخت بیمارستان تا ابدا. درست صحبت کن با دایت، من مگه به خاطر کی این کارو کردم؟ اگه واقعا رفته بودم زیر شاسی بلنده له شده بودم، الان مرده بود، مونده بودم رو دستت. میخواستی چی کارم کنی؟ از کجا قبل میخواستی گیر بیاری ببریم به زهرا؟ بریم خوش بریم، خوش بریم، بریم خب. من قبل سو قبل گیر رو بردم برای بریم. کجا بریم؟ خوش بریم دیگه. بیرون بشیم خانم. ببخشید چیو ببخشید؟ ما رو با برانکا رو فردن لاغل آبرو دایی تو حفظ کن. بگو با ویلچر بریم. من رو ما آبرو نزشتی جایی. خوش بریم جونی دایی تو، دم در منو ببر با ویلچر، آبرو میره. خب دلیل دمینگیر به من انشالله. خانم ببخشید. سلام. ولی آقای دکتر من اینجا واقعا در تنها
آباری کلا دستان دستان فرشید دستان. بله بگین یادداشت. فرشید دستان. بله خانم فرشید دست. بله بله دیگه عزیز من دیگه. بله گوشی موبایل منو بده زنگ بزن ما آفاق بیچاره رو نفته بیاد. مگه به آفاقم گفتی؟ چی آبلو تو میبرم گوشی موبایل بده. چرا این کار کرد؟ اه گوشی هر جا باشتم اتاق بغل تخته. میگم چی کار نکنی چیه میگه ساکر بابا جایی کجایی زلیل مرده. اه خوش دستم هست اینجا که نیستی که پس تو کجایی کجایی آه خوابیدی؟ ماما شلادت ای بای پس این کی بود؟ این که پلاتین ترکیش نیست. بله پلاتینه. بله میدونم پلاتینه. این پلاتین های دکتر برای چی تو پایشونه؟ برای چی هست؟ در حین خدمت ایشون تصادف کردیم پلاتین تو پاشه. مگه هر کی در حین خدمت تصادف کنه مصدومیت پیدا کنه شامل قانون جانبازی نیست؟ نه چی هم چی حرفی زدی؟ بفرمان نیست. اصلا ببینید من در یک ماموریت تصادف کردم بس. که باعث جراحی شد و من چند ماهی استراحت مطلق کردم. مدارک پزشکیتونو بدین لطفا. مال 35 سال پیش آقای دکتر. خب پس چرا همون موقع اقدام نکردین؟ اشتباه کردم. اجازه بده. شما آقای شهری رو میشناسین؟ آقای دکتر شهری. نه نمیشناسم. عجب ایشون از بزرگان نیکان و بسیار متواضع. اگه قرار بود ایشون از فداکاری ها و خدمات بیشاعبش استفاده کنه الان بالا بالا ها بود. تازه این یکی از فداکاریاشه دکتر. ببخشید آقای یعقوبی لطف دارن ولی من فکر میکنم که دروغ نباید بود. دیگه مشکل دیگه شون چیه؟ هیچ مشکلی نداره. اجازه بده. ایشون در معرض موج انفجار هم بودن دکتر جان. ای موج انفجار چی؟ اجازه بده. آقای دکتر تو یکی از ماموریت ها من سعادت پیدا کردم همراه ایشون بودم. بله خدمتتون عرض کنم شبا کابوس میبینه. چرا این نمیگی؟ ما با هم ماموریت بریم. چه این ماموریت بریم؟ میگم یادت نمیاد موج انفجار. اجازه بدیشون. آقا ما اصلا ماموریت بریم موج انفجار شد. آقای دکتر اجازه بدی. اصلا ایشون اشتباه بکنه. من هیچ چیم نیست. سالم سالم. جانم. آره. باشه باشه بفرستیم بیاد تو. الله. سلام آقای دکتر. سلام سلام آج منصوره نم نم حال شما چطوره؟ یا الله احوال شما خوش اومدید. اینجا چی کار میکنی؟ دکتر جان داروام تموم شده گفتم اگه بشه محبت کنید دوباره تمدید کنید. تلفن منو که داری یه زنگ میزدی خودم میومدم خدمتتون. شما همیشه محبت داشتید و ما لطف دارید تو دکتر جان. وظیفه‌مون بوده که بیام خدمتتون. هم دلمون تنگ شده بود براتون همین که گفتیم که این نسخه ما رو دوباره تمدید کنید. متاسفانه خب زورمون هم نمیرسه که بازار سیاه بگیریم. زورم نمیرسه چه بگیر. چقدر میخوای بنویسم برات؟ هر چی کرمت هستش تو دو جون. ممنون تشکر قربونت. در هر صورت گفتم اگه بشه محبت کنید. چرا من خراب کردی؟ ما با هم قول و قرار گذاشتیم به زور که نیوردمه. دکتر با شما دکتر جواب. ای بابا دکتر شهری دکتر آی دکتر شهری یک قصه
سلام دکتر. تو هستین یه لحظه چیزی یه لحظه باش. من عجله دارم زودتر. الو آقای دکتر شهری تشریف آوردن. بله بله چشم بفرمایید. سلام علیکم. چوب نبود. بعد میزدم چوب اوهای اینا فلان. خب چی بریم؟ چی تو کیفته؟ آت آت رم نشکنه. آقا بذار من به توضیح بدم آبجی. سب کن ببینم چی رو بخوای توضیح بدی؟ دیگه چیزی مونده توضیح بدی؟ آره خوشای من از اراجیف تو پوده. میخوام بدون شهر تبوبش کنی. بدون شهر شهر خونت باشه. حرف نزن. تو حرف نزن. تو حرف نزن. میبینیم هرچی چی چیکار کردم؟ چیکار کردم؟ خب یه دقیقه بذار آبجی یک نفس عمیق بکش، دو تا نفس عمیق بکش. آفرین الهی قربونت برم. این چیزی که رو در یخچال چسبوندی به همونا فکر کن. زندگی آنی نیست که ما در آنیم، همین آن است. خفیش عراجیف خودم رو به خودم بر نگردون. هرچی خفیشیه بیام خفت کنم. بابا درست صحبت کن آبجی. من مجبور شدم خودم بندازم زیر ماشین بنگی داشت من خفه میکرد. یه قدلی اخراج شدنشو داشت سر من خالی میکرد راحت. چه اخراج کرده؟ من اخراج کردم اونم بیکار. تو بیکار شدی؟ باشه من میگم بهت. آره دیگه بیکار. آره؟ ماما حالا که اینجور شد بذار بگم همش تقصیر اینه. انقدر گند زد تو کار من، انقدر مردمو تلکه کرد دیگه روی برای من نموندارم اونجا. دروغ میگم. من دروغ میگم. خودی چقدر دخالت کردی؟ گیر داده بودی. کار کنم به کدوم کوبی سر بزنم؟ الهی بمیرم. چرا اینجوری میگشت دیوونه میکنی منو؟ برای چی بهش گفتی؟ تو نمیدونی قلبش رو بده؟ نمیدونی خودش بالا تا بیار پایین خودش فهمید. شک کرده بود آدم تیزی. خودت میدونی اگر میفهمی جراوالی مدیر خود رو سازی نیستی یه پلاک پچ کن ساده. این میخواستی چکار کنم؟ خدافز خدافز آی دکتر. پشت ما جا ببخشی تمام خیلی باز بخوام از سری رفتم سر زده تو. نبا با این حرفو چیه نفرمید. زنده باشی. پشت ما جا وزیر به این خوشتیپی دیدی؟ چی؟ چیز یعنی معاون وزیر به این خوشتیپی دیدی یا ندیدی؟ نفهمید. یه وزارتخونه است و یه دکتر شهری. آی سلامت باشی دهنت شیرین. خیلی ممنونم. اشتباه لپی بوده این وزیری نگفتم به کسی جایی چیز نیست. خیلی راحت خیلی راحت خدا نگهدار. خانم کنم خدافز شما. سلام علیکم. حال شما سلامت باشید. سلامت باشید. سلام علیکم. سلام علیکم. حال شما خوبه؟ خیلی متشکرم. چرا نمیشه؟ آقا خواهم به خاطر زحمت میشه. خب پس من پیاده میشم. نه خیلی نه آقا نه آقا نه آقا نه 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 من پیاده میشم. آقا بذارید من خیلی خب همه توشه رو پیاده میشم. عزیزان این بیتر بله بله اتفاقا میخواستم برای همین به شما زنگ بزنم دیگه اصلا بله بله نگران نباشید. سلام علیکم. خیلی خیلی بله بله نه خیر اصلا ماجرای بازنشستگی من که کاملا منتفیه. درسته. میخواستم بگم که من به احتمال بسیار قوی کاندیدای احراز پست وزارت هستم. سلام عرض آقای دکتر. ببخشید یه لحظه گوش بیرون من یک تلفن خیلی ضروری دارم. نه یای داخل بله ببخشید. نخیر آجا البته این منوط به استیضاح وزیر فعلیه. بله اگر وزیر کنار برن جناب وزیر وقت به احتمال قوی من یکی از کاندیداها هستم. امید به خدا ما که در حال خدمت هستیم برای من فرقی نمی کنه. توکل به خدا. متشکرم. بیشتر مصده نمیشم. خواهش میکنم. خدا نگهدار. خدا نگهدار. با اجازه آقای دکتر. ای بابا سلام است. گفتم شما بری گوش وایسادی؟ نه من فقط خداحافظیتون رو شنیدم آقای دکتر. آقا ناشا شما اصلا تو اتاق من چیکار میکردی؟ منتظر شما بودم دیگه. اینجا اتاق انتظاره؟ نه از منشیتون اجازه گرفتم. بفرمایید امرتون چیه؟ کار چی بود؟ تنگتون شده بودم دیگه. به به یا الله قربان شما. بفرمایید. خیلی ممنون. خیلی ممنون. مبارک بشه آقای دکتر. چی مبارک باشه؟ همین ترفیعتون دیگه. ترفیع؟ کدوم ترفیع؟ پست وزارت دیگه. شایعه است. شایعه. کی گفتم چرا؟ همین الان پای تلفن گفتین. نه خیر. من گفتم که گفتم. شما هیچی نشنیدی. شما هیچی نشنیدی. بابا جان یعنی ما نامحرمیم؟ ببین
پسرم، آقا ناصر، این یه موضوع خیلی محرمانه است. یه وقت نبینم جایی دهن لقی کنی، اون وقت من گوش شما رو میپیچونم بابا جان. بابا جان؟ بله. شما دهن لقی از من شنیدی هستم؟ بماند، همین که من گفتم شما هیچی نشنیدی. اگر این موضوع محرمانه که فقط من میدونم در جایی درس کنه، برای من تبعات خیلی بدی داره بابا جان. میدونم بابا جان، خیالتون راحت. خیالم راحت دیگه. خب الحمدلله. بابا جان فقط من یه سوالی داشتم. بفرمایید. کدوم وزارت خونه هست حالا؟ خدا نگهدار. خدا نگهدار. معید باشید. خدا نگهدار. عباس آقا، عباس آقا. بله. این دست درد نکنی، یه خورده پشت منو بخورم. پایین تر، پایین تر. آره، به 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 به. ای چی شد؟ هیچی، تلفن سم کن. الو جان بابا، چی؟ مامان آمبولانس؟ آخه خیلی خوب، خیلی خوب. کنسرت باش بابا، اصلا نگران نباش. نگران نباش، ما الان برمیگرد. آقا دور بزن، دور بزن، دور بزن. باید برگردیم خونه. چیزی نیست. الان بهتره. بابا جان، قندش رفته بوده بالا. چیزی نیست عزیزم. سلام. چی شده آقای دکتر؟ قند خونشون بالا رفته بود. نزدیک بود دچار کمای دیابتی بشن. الان هم خدا رو شکر انسولین و سرم گرفتن. وضعیتشون پایداره الان. خدا رو شکر. بابا جان. چرا برای چی انسولین؟ چیزی همیشه نتونسته بوده بگیره. پر بود. همین. شما چی تو فهمیدی؟ هیچ، من زنگ زدم خونه، دیدم کسی جواب تلفن رو نمیده، نگران شدم، بلند شدم اومدم. آفا خانم نبود؟ من اومدم، مامانی تنها بود. سب کن. عصبانی نمیشه. من خب کجا بودی؟ کاری نصبه میکسم. ببخشید. حرف بزن کن. ده تا من اون باتی کرده صاحب خونه، گذاشته رو پیش خونه. از اون بر اینه که بیکار شد. از اون بر اون یکی کلاه برداره و کدوم رو نگاه کنم دلم شاد باشه. کدوم رو نگاه کنم. آی آی دیگه سرم گیج میره. سرم داره گیج میره. آی چیه؟ چیه؟ لال بمیری که از وقتی که درست شدی یک دونه خبر خوشم نداشتی. همش مرگ و میر، همش تصادف. یکی خط سرون من رو دعوت کرده. چی میگی تو؟ آج آقا یکی. سلام علیکم آج آقا. سلام علیکم خانم، شما کجا تشریف دارید؟ برای چی مادر منو تنها گذاشتید؟ وای من شرمنده ام، من یکم ناخوش احوال بودم آج آقا. اگه من یه خورده دیرتر میرسیدم مادرم از دست میرفت. چرا چی شده مگه؟ چی میخواستین بشه؟ شما برای چی از من پول میگیرین خانم؟ حاج آقا حاج آقا نداره، میگم مادر منو برای چی تنهاش گذاشتین؟ ها اگر از دست میرفت تکلیف چی بود؟ خب چی شده؟ چیزی شون شده الان؟ خانم شما فردا تشریف بیارید، من تکلیفمو با شما روشن میکنم. الو آفاق جون، خوبین؟ آمنه. چی میگه این بابای تو؟ مگه من نوکر زر خریدش هم سر من هوار میکشه؟ ببخشین عصبانی یکم، شما به دل نگیرید. خب منم نیناش نمیکردم. منم رو به قبله دراز بودم. چی شده الان؟ قندشون رفته بود بالا. میزنه کار بخوره به شکمش. هیچ کس حریف شکم این نمیشه. الان چطوره؟ خوبه خدا رو شکر، آمبولانس به موقع رسید. میگم آفاق جون اگه میخواستین بریم بیرون نکاش بهم میگفتی. نشد دیگه عزیز من، نشد. این برادره تصادف کرد، من رفتم بیمارستان اونو حال بیارم. خودم خش کردم، گرفتار شدم. داداشتون الان خوبه؟ اون ذلیل مرده چیزیش نیست. این آفاق جون بدبختی که مثل گوشت قربونی گذاشتن وسط، هر کی داره ازش تیکه میکنه میکنه میکنه. خدا مرگم نمیده منو خلاص بکنه. خدا نکنه آفاق جون.
بازم ببخشین بابا داد زد. مراقب خودتون باش. من منظرت میخوام. خداحافظ. خداحافظ خداحافظ. متی که یک کچل عوضی با اون ننه فشارکیت ترکید ترکید از در جاسازی که لنبوند به ترکی انشالله به ترکی. ببین قلم میکنم تو را اگر از این به بعد اونجا پا بذاری. گفته باشم بهت گفته باشم گفته باشم. چیکار میکنی آفاخ؟ چیکار میکنی؟ چیکار میکنی؟ انگیزشی؟ انگیزشی؟ نفس بکش نفس بکش نفس بکش نفس بکش که الهی نکشی به حق پنجتن. یه خود گیجه اصالت دارو بهتر میشم. بابا فاقیم خیلی بد حرف زدی. فردا باید تصفیه کنه بره. تفلک برادرش تصادف کرده بود مجبور شده بود بذاره بره. خمار آفاق هیچ تقصیر نداره. چیکارش ببی آخه؟ مکس کن نفس بکش. اگر هم گریه تو باید به فدای زنه گریه کن باید به مسیر تو ادامه بده. ناامید نشی ناامید نشو آفاق بدبخت. ای وای حالا فکر میکنه چه کار تو بیاد دست دارم اله بمیرم برای بفرمی بفرمی دست شما درد نکنی خیلی زحمت کشیدی سلامت باشی انجام ایشون خانشون دیگه بعد نمیشه که الان مایتشون پایدار فقط باید مراعات کنه باشه چشم خیلی لطف کردی لطف کردی به سلامت بابا تو خونه این دیگه جایی که نمیری. نه خیالت راحت. من با نماینده مجلس قرار دارم. خب خیلی خوب. مراقب باش خب. من در تماس هستم. زود برمیگردم. باشه. معلوم روز کردی. من تهدید کردم. نه قلمه پامو. من کی باشم بالایی ها را تهدید بکنم. گفتم جفت میشکونم بهتون اگر پا بذارین خونه حاجی. اقاقه حق نداره سر من داد بزنه. نه آج آقا نه باید بیاد بگه من معذرت میخوام بگه من پا نمیذارم اونجا. بابا من نمیتونم زیاد بلند حرف بزنم به سر من غیرتیه یه وقت خون به پا میکنه. آی گیر دادی حاجی ها. نه من نمیتونم حرف بزنم من سردردم دارم خدای نکرده یه چیزی میگم با جعبه ول میکنم وقت سلام علیکمون میافتیم بعدن حرف میزنم بعدن خداحافظ خداحافظ. چی شد پس فرهاد؟ رفته قرصو بسازی؟ بجون سلام کنی بابا جو قصه نخور بیا قرص بخور. بده من قرصا. چی؟ یه دونه قصه دارم بگه یکی دیگه هزار تا دارم. ماما یه دونه کافیه. ماما آخ چه من بد شانسم آخ که چه من بد شانسم. بله قرونت برم اشکال نداره فدای سرت. فدای سرم؟ خاک دو عالم تو اون سرت. باشه چشم بلند شد جل چشمم بوری کرد بیدر بلند شد جل جا خالی میدی سرم. وای چشمم خاک دو عالم تو سرت. یکی از یکی بیلی آقنده بگی بهش بده دیگه. آقای دکتر طرح استیضاح ایشون با 52 امضا و 20 دلیل به مجلس ارائه شده. 20 دلیل
معلومه شما و همکاراتون بخواین زیر یخم وزیر ما رو بگیرین. متاسفانه ایشون خیلی مسئله دارن. کمکاری های وزارتخونهشون غیر قابل اغمازه. بله من از این بابت متاسفم. ولی حضرت عالی مستحضرید و همینطور همکارانتون که جناب وزیر یکی از شریفترین، پاکدستترین و درستترین انسانهای دولت هستن. من مطمئنم با جوابای خودشون حتما شما رو در جلسه استیزا قانع میکنم. بندم غالبا امیدوارم همینطور باشه. اما بعید میدونم. چطور اینجور فکر میکنید؟ دکتر جون، ایشون باید بره. سکان به این مهمی باید دست یه آدم کارآمدتر بیفته. عجب. شما از فعالیت‌های اقتصادی آقازاده‌شون خبر داری؟ نه والا. چه فعالیت‌هایی؟ آقا برای خودش مافیایی را انداخته. شما نمی‌دونین چه خبره. البته خود آقای وزیر آدم پاکدستی هستن. بله. بله من خدمت شما عرض کردم. آقای وزیر بسیار مرد شریفی هستن. ولی خب اگه آقازاده‌شون هم دچار همچین بحرانی هستن، حتما جناب وزیر اطلاع نداشتن و الله خودشون شخصا باش برخورد می‌کردن. من مطمئنم. آقا تسلیم. حرف حق جواب نداره. من طرفدار آقای وزیر هستم و اومده بودم اینجا که ازشون دفاع کنم. ولی حرفای شما جایی برای دفاع باقی نمیگذاره. متاسفانه ایشون یه فرزند ناخلف دارن و افسوس. نه بزن شنیده ها حاکی از یا اینکه بزن بنابر اخبار منتشر شده بر اساس منابع موثق. تو این مایا بزن دیگه، خودت بهتر میدونی. آره ببین فقط تو نشریه خودتو نزن، تو آبلو میشه از طرف خودمونه. نشریه دیگه یارو منتشرش کن. آره بله آقا، ایشون وزیر شد، تموم شد، رفت. شیرینی چیه؟ سور میدم داره میفتم تو کندوی عسل. خیلی متشکرم. زنده باشی. خواهش میکنم. ببخشید دیگه درد سر داریم. خواهش میکنم. خدمت همه این نماینده های محترم سلام برسید. چشم بزرگ بارم. فرمایشی نیست. خدا نگهدار. خدا. خوش آقای دکتر مهندس نظری چند بار تماس گرفتن. الان من پشت خط دست کن برو. سلام مهندس جان. این آقای شهری اومده بود اینجا. آره می‌خواست آمار استیزا رو بگیره. آخه می‌دونی که اگه استیزار رای بیاره ایشون یکی از گزینه های اصلیه، شانسش هم خیلی بالاست. آره فرمان مرگ من بیای شیره رو ببین، اومد گوزده رو بگیری یه جا خالی تا هفت تا هشت تا برخورد خواهد تو سنت بشیر. آقا به تو هم میشه گفتی مامان. آن جان مامان میخواستم یه چیزی بهت بگم. اونو فیل کن. آخه تو قیافه رو ببین، نه یال داره، نه گوپال داره، نه دوم داره، نه بدتر از من دندون داره. چجوری میخواد شکار کنه؟ ماما حالا ول کن این شیره رو، بذار میخوام یه اعتراف رو کنم. گرفت بابا، گرفت بابا. شیره میبینی؟ پیرم باشه شیره. آقا دیگه نشون نده دیگه، بابا دل روده مالیخ من. آچی؟ خب بدش تنها اینو ببین، من بعدا اعتراف کنم. نه اعترافو بکن، اعترافو بکن، من اعتراف دوست دارم. پاشو بیا، پاشو بیا. آخه بچه هم داشت. آخه نه دیگه اینجا، نه دیگه اتاق اعتراف اینجاست. اینجا بشیرم؟ ماما ماشالله تو به تو بیا. تو خب بریم سر اعتراف. من پدر روحانی. خب دام جان بالجان. ماما چی میگی برای خود؟ راستشو بگو، آین چندون منو که نمیخوای بدوزی. بابا عزیزت نکنم، هم میذاری اعتراف بکنم یا نه؟ بکن اعتراف بکن. نگاه کن ببین، من میخواستم بگم که بابت کار من قصه نخور، همچین کار وای هم نبود که دست دادمش. وای؟ آره دیگه. وای یعنی چی؟ این وای یه اصطلاح خارجی دیگه، مثلا یه چیزی که عالیه، توپه، اینه شما میگه واو وای. اینا یعنی خیلی وای نبود، نباید قصه خورد. یعنی میدونی مادر، آدم اصلا نباید به خاطر چیزای کوچیک قصه بخوره، نباید روح و روانشو میدونی خط و خدشه توش ایجاد کنه. قبول داری اینو؟ 100%.
دوباره بی پولی و بیکاری زده بالا، طبع شعرت هم گل کرده. این جمله‌های قشنگ و از کجا میاری؟ مامان اصل حرفو گوش کن دیگه. بگو بابا، بگو چقدر تو بی‌جنبه ای. تو بخوای به من بگی یعنی من قصه نخورم دیگه. باش قصه نمیخورم، از این چیز فیلا میخورم. ماما میدونی چی میگم؟ میگم که درسته که من از کارم اخراج کردم، ولی یعنی من از کارم اومدم بیرون. میگم که اصلا شاید قسمت بود من از این کار بیام بیرون، برم یه کار بهتر. من دوست ندارم فقط بخاطر اینکه کار کنم یه کاری انجام بدم، دوست دارم اون کارا رو دوست داشته باشم. من کاملا درسته، کاملا. تو باید دوست داشته باشی. فدای سر جفتمون. آی قربون دهنه. همین بود اعترافت؟ نه یه چیزی هم هست، بگم که خیالت راحت شد. خیال من راحت. کله رو بده این بر. پسر تحصیل کرده، مهندس. این کار نشد یه کار دیگه، یه کار آبرومند شاله گیر میاری. قربونت برم مامان، مدیر عامل کارخونه که نبودم، پلاک پرچ کن بودم، همینجور پلاک پرچ میکنم. سب کن بینم، سب کن چی؟ پلاک پرچ کن؟ آره نگفته بودم به پلاک پرچ کن ساده. یه پرش کردن هم قصه داره. ول کن آقا جان، ول کن، قصه نخورستن. قربونه دلت برم مامان. نهی من قربونه اون دوتا چشمای نخودیت برم که هرچی یدی گذاشت و برداشتی. مامان پس میگم من خیالم راحت بشه بابت دروغی که گفتم شما دست من ناراحت نیستی؟ نه قول میدی؟ جون فرها نه دیگه کجا داری میری؟ پس اعتراف من چی میشه؟ تو بیا تو این اتاق، من برم تو اون اتاق، من اعتراف بکنم. چیو؟ اعتراف بکنم. خب بگو. ناراحت میشی. خب چیه؟ من که آفاق. خب بگو جونم، بگو جون. آفاق بمیره. خب چیه مامان؟ حالا جنبه نداره دیگه، نمیگه. یعنی چی مامان؟ کیه؟ اسمش چیه؟ چرا میخندی؟ خواجه خواجه خندیده؟ چیو خندیده؟ مامان چی میخندی؟ مصده به من برو بیرو کرده، اخراج شدم بابا. چونه فرهاد؟ چه مرگ من؟ به شاده اون شوخی میکنی؟ بابا یعنی این بهترین خبری بود که من تو عمرم شنیدم. اصلا شما برای چی باید کار کنی؟ اصلا ببین مامان، هم بشی رو خدا جور میسازه با هم دیگه. ببین من از اون برای کار بیکار شدم، شما از این من دوتایی نشستیم تو خونه زندگی همه چیه. خدای یرچان من از من نگیره، توش خالی هست ولی بیرونش پر از انگیزه است. امروز سخت است، فردا سخته، پس فردا سخته و اما پس رو فرد. نور خورشید و امید بر زندگی شما خواهد درخشید. اینم نشونه. پای دیگه نمی، یعنی از این خوشتر نمیشه. خدا رو شکر بریم. از دست نمیدم تو رو که باز بخوام بیام یه روز پس بگیرم، از قصد نمیگم دیگه از عشق